در میانه دهه 1980، در حالی که هنوز تولید سوخ 24M ادامه داشت و پیشرفته ترین جنگنده تهاجمی روسها بود، نیروی هوایی شوروی خواهان طراحی جایگزینی برای اون بود. در نیازمندی های اعلام شده، نیاز به یک هواپیمای تهاجمی با توان حمل تسلیحات بیشتر و سنگین‌تر در برد بیشتر و چالاکی بیشتر مطرح شده بود. از اونجایی که سوخ 24 توان دفاعی کمی در مقابل جنگنده های دیگر از خود داشت، در این طرح این مسئله باید در نظر گرفته شد. از اونجایی که تجربه ساخت سوخ 24 و دو خدمه در کنار هم نشون داده بود که بار کاری خدمه رو کم و عملیات های دوربرد رو آسان میکنه، این ترکیب برای این پرنده در نظر گرفته شد. دلیل انتخاب سوخ 27 کاملا مشخصه. این پرنده برد مناسب و توان حمل تسلیحات بسیار داشت و به عنوان یک شکاری بهترین جنگنده اون دوران روسها بود. از این رو تولید نسخه تهاجمی اون بدون شک میتونست بهترین کار باشه. اولین پرواز جنگنده جدید که سوخ 27 IB شناخته میشد و دارای کابینی جدید با دو خدمه در کنار هم بود، در سال 1990 انجام شد. تا چند سال قبل فکر میکرد این هواپیما یک نسخه دو سرنشینی آموزشی ناونشینه. در واقع غرب این نمونه را با سوخوی 27 کایوبی اشتباه گرفته بود، ولی در نهایت در سال 1993 به اسم جدید سوخوی 32 و در نهایت با اسم نهایی سوخ 34 شناخته شد. سوخ 34 دارای دو خدمه در کنار هم بر روی دو صندلی با ماساژور برای کاهش خستگی مجهز بود و یک آشپزخانه و توالت کوچیک پشت سر خدمه قرار داشت. خدمه بر روی صندلی پرتاب شونده کاسیوشی قرار می گیرند. سوخ 34 دارای کابین دیجیتال با 5 نمایشگر رنگی و 2 HUD است. خدمه در درون یک فان تیتانیومی می نشیند که در برابر آتش پدافند مقاوم بود. از نظر الکترونیکی سوخ 34 رو باید پیچیده ترین جنگنده روس‌ها دونست که هنوز هم عملیاتیه. حتی از برخی جنبه‌ها پیچیده تر از سوخ 35. قرار گرفتن دو خدمه در کنار هم باعث شد تا سوخ 34 پهن‌ترین عضو این خانواده باشه و این پهن بودن به اون اجازه حمل سوخت داخلی بیشتری رو میداد، چون که فضای پشت کابین بزرگتر شده بود که محل قرارگیری سوخت بود. سوخ 34 برای عملیات تهاجمی در عمق خاک دشمن بدون پشتیبانی هوایی ساخته شده و میتونه هر عملیاتی از انواع شناسایی، تهاجمی، پشتیبانی هوایی نزدیک، سرکوب پدافند هوایی، ضد کشتی و ضد زره رو انجام بده. سوخ 34 مثل تمامی خانواده سوخ 27 دارای دو موتور کاملا جداست. دو موتور لیورکا 31 FM، این موتور با توان فراهم کردن قدرت 33,000 پوند رانش بر روی برخی نسخه‌های سوخ 30 و سوخ 27 SM نیز نصب شده. برد انتقالی سوخ 34 با یک مخزن سوخت خارجی عدد 4,000 کیلومتر و شعاع رزمی اون با 2 تن سلاح 1,000 کیلومتر. سوخ 34 میتونست برای برد بیشتر یک مخزن سوخت 3000 لیتری رو زیر بدن حمل کنه که برای سوخ 24 نیز نصب شده. رادار اصلی سوخ 34 یک رادار چند منظوره ویدوسف 4 که دارای توانایی تعقیب عوارض زمین و پستی و بلندی برای پرواز در ارتفاع پست به شکل خودکار و پرواز کوره. حداکثر برد تشخیص برای رادار آیفازی غیر فعال 200 تا 250 کیلومتر در برابر اهداف دریایی بزرگه. رادار اصلی میتونه به طور همزمان 10 هدف رو ردیابی کنه و به 4 هدف در هوا، روی زمین یا روی آب حمله کنه. شعاع تشخیص برای اهداف به اندازه جنگنده تا 120 کیلومتره، اگرچه یک جنگنده در ابعاد F-16 رو از 90 کیلومتری کشف میکنه. این رادار برای حمله به اهداف زمینی و دریایی ساخته شد، ولی با وجود نقش تخصصی سوخ 34 به عنوان یک جنگنده تهاجمی، توان هوا به هوای کامل به اون میده، از جمله اینکه توان حمل موشک های هوا به هوایی چون R-77 و R-27 رو نیز داده. روس ها مدعی هستند که رادار سوخ 34 بسیار بهتر از رادار بمب افکن B1 لنسر عمل میکنه. سوخ 34
تنها عضو خانواده سوخو 27 که یک رادار هم رو به عقب داره. این رادار از نوع W205، یک رادار آرای فازی غیر فعال که هم توان کشف اهداف هوایی و هم کشف اهداف زمینی و نقشه‌برداری راداری رو داره. در اون کشیدگی بین دو خروجی موتور که در سوخو 27 C, 33 و 35 وجود داره، چتر ترمز، پرتاب کننده شراره و پوشاله و هشدار دهنده های راداری وجود داره. اما در سوخو 34 یک رادار NCF12 وجود داره. این رادار دارای برد 90 کیلومتر و میتونه نزدیک شدن جنگنده ها رو به خلبان اطلاع بده. سوخو 27 میتونه 8300 لیتر سوخت داخلی هم کنه. این میزان برای سوخو 34 بیش از 11300 لیتره، ولی سوخو 34 میتونه تا 3 مخزن سوخت خارجی هر یک با 2400 لیتر سوخت حمل کنه که مجموعه سوخت قابل حمل داخلی و خارجی رو به حدود 18500 لیتر میرسونه که در نوع خود برای یک جنگنده بی‌نظیره. سوخو 34 امروزه یکی از تخصصی‌ترین جنگنده‌های تهاجمیه که تنها نمونه قابل قیاس با اون در جهان غرب F-15 که برتری‌هایی نیز نسبت به سوخو 34 داره. سوخو 34 برای کشورهایی که به دنبال یک جنگنده تهاجمی تخصصی می‌گردن بهترین گزینه است، ولی بدون شک کشوری که به دنبال خرید یک هواپیمای چند منظوره با توان دفاع هوایی گزینه سوخو 30 بهتره. سوخو 34 اگرچه هرگز به تعداد سوخو 24 تولید نمیشه، ولی بدون شک هر فروند اون معادل دو فروند سوخو 24 قدرت داره، از جمله اینکه دارای برد انتقالی حدود دو برابر بیشتر از سوخو 24ه. سوخو 34 حدود 24 متر طول داره. ارتفاع اون 6 متر. وزن خالیش 22500 کیلوگرم و بیشترین وزن برخاستش 45100 کیلوگرمه. بیشترین سرعت سوخو 34 1.8 ماخ اعلام شده. برد انتقالی بدون سلاح او 4000 کیلومتره و دارای 12 جایگاه تسلیحاتی با توان حمل 8 تن سلاحه. از نظر الکترونیکی سوخو 34 رو باید پیچیده ترین جنگنده روس ها دونست که هنوز هم عملیاتیه، حتی از برخی جنبه ها پیچیده تر از سوخو 35. سوخو 34 میتونست برای برد بیشتر یک مخزن سوخت 3000 لیتری رو زیر بدن حمل کنه که برای سوخو 24 نیز نصب شده. ممنونم که تا انتهای این برنامه با من همراه بودید. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه.